تاجیکستان به نزدیکی خواهش خود را برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام خواهد کرد. این اندیشه از جانب رئیس کمیته گازدوما اوید به کارهای اتحادیه دولت‌های مشترک همگرایی اوراسیا و رابطه با هموطنان یعنی لیانید سلوتسکی بیان کرده شد. خبر داد لینترو. با فکر من دوشنبه خواهش خود را برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سال‌های نزدیک اظهار خواهد کرد، زیرا رغبت وی به این نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک بیشتر میباشد. اگر کمیته اتحادیه اقتصادی اوراسیا درخواست تاجیکستان را به طور رسمی قبول نماید، آنگاه اندیشه تطبیقی آن را کردن ضرور می‌شود، افزود او. اینجا سوال پیدا می شود که آیا مردم آسیای میانه از ماهیت اتحاد اقتصادی اوراسیا آگاه هستند؟ هدفهای حقیقی و پیگیری هنگام تأسیسیابی آن را چگونه تصور می کنند؟ و آیا اتحاد اقتصادی اوراسیا به منفعت های ساکنان این منطقه جوابگو می باشد یا نه؟ بنابر حجت رسمی اتحاد اقتصادی اوراسیا اتحادیه بین المللی همگرایی اقتصادی می باشد. سازشنامه درباره تأسیس آن 29 می سال 2014 به امضا رسیده است. در ساختار این اتحاد روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغیزستان داخل هستند. اتحاد اقتصادی اوراسیا در اساس اتحاد گمرکی تأسیس یافته است. مقصد اعلان نمودن اتحاد اقتصادی اوراسیا عملی گردانیدن غایه های زیرین می باشد. یکم، مناسب گردانی قانونگذاری. دویم، بازار یگانه، تأمین آزادی حرکت محصولات ها، خدمات رسانی، سرمایه و قوه کاری. سیوم، تعرفه یگانه گمرکی. چهارم، تطبیق سیاست هماهنگ شده یا یگانه در ساحه های اقتصادیات. کاملا روشن است که تشبث‌کار این اتفاق روسیه است و او می‌خواهد نه فقط به هدف‌های رسما پیش گذاشته نائل گردد. کدام عامل روسیه را برای تأسیس این سازمان مجبور کرد؟ برای واضح نمودن سبب‌ها، عامل‌ها را به دو قسم جدا کردن لازم است. یکم، عامل سیاسی. دویم، عامل اقتصادی. یکم، اگر از طرفی عامل سیاسی ملاحظه کنیم، میبینیم که بعدی بسر قدرت آمدن پوتین، روسیه برای زیر نفوذ خود برگردانیدن دولت‌های سابق اتحاد شوروی بعضی چاره‌ها را عملی گردانید. روسیه با این دولت‌ها یکچند سازشنامه‌ها به مانند سازمانی پیمان امنیتی دسته جمعی، سازمانی همکاری شانگهای، اتحاد اقتصادی اوراسیا امضا نمود، اما با بعضی کشورها به این موفق نشد، به مانند اوکراین. آخران واقعه های در جنوب و شرق اوکراین روی داده و حریصی روسیه در نگاهداری نفوذ خود دلالت میکند. این واقعه ها با جز رقابت ایالات متحده آمریکا و روسیه بهر نگاهداری نفوذ خود در منطقه سابق اتحاد شوروی چیزی دیگری نیست. ایالات متحده آمریکا نیز برای ضعیفگردانی نفوذ روسیه و قویگردانی نفوذ خود کوشش می نماید. ارسال نمودن ایالات متحده آمریکا از بودجه فدرالی خود به دپارتمنت دولتی 952 میلیون دلار برای مبارزه علیه تجاوز روسیه از آن جمله در آسیای مرکزی به این دلالت می کند. در نشریه سامانه شعبه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از سنه 9 فوریه سال 2016 در این خصوص گفته می شود. از این رو کرمل از طرف خود تقویت موقع گیوپولیتیکی خود را در این کشورها با راه امضا نمودن هر گونه سازشنامه ها یا خود با تکمیل دادن سازشنامه های موجوده به حرکت شروع نمود. سنه 6 دکبری سال 2012 کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون تاریخ نیتی مقابلیت نمودن ایالات متحده آمریکا را نسبت همگرایی های سابق اتحاد شوروی چنین اظهار کرد: ما بعضی حرکت های از نو برقرار کنی اتحاد شوروی را به قید گرفته استاده ایم، اما این چنین نامگذاری کرده نمی شود، بلکه آن اتحاد گمرکی یا خود اتحاد اوراسیا نام خواهد گرفت. ما از غایه های این اتحاد آگاه هستیم و برای تأخیر کنندن یا تماما پیشگیری کردن تأسیس این اتحاد تمرانک چاره ها می اندیشیم. اینک بنابر گفته های در بالا ذکر شده، اتحاد اقتصادی اوراسیا نه اینکه اتحاد اقتصادی بلکه بیشتر گیوپولیتیکی می باشد.
برای کشورهای آسیای مرکزی تأسیس چنین اتحادها متقابلا سودمند نیستند، زیرا روسیه آسیای مرکزی را همچون منطقه بوفری از تهدید نظامی و سیاسی غرب استفاده میبرد و هیچگاه دولتی همچون روسیه با یگان دولت برای منفعت‌های دو جانبه شرطنامه نمیبندد و یا سازمانی تشکیل نمیدهد. هنگامی تأسیس دادن چنین سازمان یا تشکیلات ها همه وقت اساسا منفعت روسیه به نظر گرفته میشود. دویم، عامل اقتصادی. چه خیلی که معلوم است روسیه نه کشوری صناعتی بلکه کشوری اشیای خام می باشد. بسیاری صناعت استحصالی به روسیه از سابق اتحاد شوروی میراث مانده است و همه آنها به از نوسازی احتیاج دارند. از این لحاظ امروز روسیه محصولات رقابت کننده را استحصال کرده نمی تواند. روسیه در همه بخش های استحصالی عقب مانده است. استحصال اتومبیل که به طلب معاصر جوابگو نیست، تکنیک ساختمانی، الکترونیک معیشی، دارو سازی، آذوقه‌آوری و غیره. رئیس سبربانک گرمن گریف در فورومی رنخی گیس برآمد کرده چنین گفت: ما در رقابت استحصالات مغلوب گشتیم و در صف دولت‌های پاسیف داون شیفتران قرار داریم. یاوری کاتبی شورای امنیت روسیه سرگئی واخروخوف سنه 19 ژانویه سال 2015 به خبرنگاران چنین اظهار داد: توجه اساسی به استراتژی خوف امنیت ملی در ساحه اقتصادی که رقابت ناپذیری ضعیف در نگهداری صادرات اشیاء خام و وابستگی به اقتصاد خارجی نگرانیده شده است. همینطور سابق کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک با تأسیس یابی اتحاد اقتصادی اوراسیا برای گذراندن محصولات رقابت ناپذیر استحصال روسیه بازار خیلی مساعد و فراهم می‌گردد. یا خود اتحاد اقتصادی اوراسیا با منفعت‌های کشورهای آسیای میانه نه از جهت سیاسی و نه از جهت اقتصادی جوابگو نمی‌باشد. مثلا تخمیناً 50% واردات تاجیکستان از خیتای می‌آید. خیتای نظر به روسیه محصولات خیلی ارزان را پیشنهاد می‌کند. با داخل شوی به اتحاد گمرکی تاجیکستان از محصولات ارزانبهای خیتای محروم می‌گردد، زیرا این طلبات قانونی پیش گذاشته این اتحاد است. در نتیجه نرخ باج واردات محصولات خیتای می‌افزاید. از این فقط استعمال کننده یعنی مردم تاجیکستان ضرر می‌بیند. نرخ محصولات بازار داخلی که از کشورهای سیوم وارد می شود می افزاید. این باشد قریب 70% واردات را تشکیل می دهد. این محصولات ها از تکنیکا، مصالح ساختمان، بافندگی، اتومبیل و غیره ها عبارت است. این گونه حادثه علاقه با قزاقستان و قرغیزستان بعد شامل شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا روح داده است. معاون رئیس خدمات گمرکی قرغیزستان عظمت سلیمانوف چنین عرض کرد: با همراه شوی قرغیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا به رسمیت دراری شکل سادگردانی گذرانیدن محصولات از گمرک بیکار کرده شد، یعنی شکل سادگردانی برای شخصان واقعی 12% انداز از ارزش ایلاوه شده را نمی ستانید. اکنون باشد از همه هنگام قید صادرات و واردات 12% انداز از ارزش ایلاوه شده ستانیده می شود. وزارت اقتصادی جمهوری قرغیزستان گزارش داد که نرخ باجها دو برابر افزود است. تا دمی به اتحاد اقتصادی اوراسیا همراه شوی جمهوری قرغیزستان، حجم واردات محصولات خطای به دیگر کشورها از جمله قزاقستان $10,000 میلیارد تشکیل می‌دهد. اکنون بعد همراه شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا برای سوداگران یک قطار مشکل ها پیش آمده است. خلاص همراه شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا زندگی مردم کشور را سبک نمی‌کند، برعکس آن را دشوار می‌گرداند. گرچندی که مهاجران مهنتی در روسیه بوده برای بقایگیری حجتهایشان مبلغی کمی را مصرف نمایند هم، اما ضرر داخلی کشورشان به طور نظررس از آن زیادتر است. مردم این کشورها باید به انابت گیرند که در پیشنهاد هر یک سازشنامه ها یا اتفاق ها از طرف ایالات متحده آمریکا، خطای و یا روسیه منفعت های کشورهای آسیای میانه به نظر گرفته نمی شود. برعکس همه یاری های رسانیده آنها بی‌غرض نیستند. بر عوض کمک های آنها حاکمان آسیای میانه یک چند مراتبه زیادتر پرداخت می نمایند. اینجا نه تنها در ساحه اقتصادی سخن می رود. مثلا مقصد اساسی موجودیت بازه حربی روسیه در تاجیکستان فقط حمایه مرز جمهوری تاجیکستان از طالبان نیست، بلکه بیشتر نگهداری نفوذ روسیه به این کشور و حمایه تخت ظالم امام علی رحمان از آشوب خلقش می باشد.
خیلی که سفیر روسیه ایگر لیاکین فرالوف سنه 28 دکبری سال 2015 در دوشنبه بیان داد، در رابطه با این میخواستم شما را اطمینان بخشم که دوستان تاجیک در صورت تهدید همیشه میتوانند یاری ما و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را به حساب گیرند. ما باید دانیم که روسیه کشوری دوست نیست. نسبت کشورهای آسیای میانه در روسیه قیمتهای بشر دوستی و اخلاقی رعایت کرده نمی شود. گرچندی که حاکمان آسیای میانه خدمتگران حلقه برگوش آنها هستند. اعتبار خود را به معامله حکومت روسیه نسبت مهاجران مهنتی از آسیای میانه نگرانید. مهاجران این منطقه را آنها از قطاری آدم حساب نمی کنند، بلکه آنها را با کلمه های چورکه و نیلگال دشنون می دهند. کارمندان حفظ حقوق آنها را در هر جا نگاه داشته کیسه هایشان را می کنند. زیدی مهاجران عملیات های بیرحمانه گذارنده می شود. دپارتاسیای عموی سخت نمودن قانونی مهاجرت، دشواری روندی به دستاوری پتانت مهنت، افزایش نرخ پیشپرداخت ماهانه و غیره. از طرف پلیس نیز حقوق مهاجران مهنتی دغلانه پایمال کرده می شود. بسیار حالات های هستند که کاردهندگان مزد کار مهاجران را پرداخت نمی کنند. هر سال از دست ملتیون روس ده ها مهاجران مهنتی کشته می شوند. مرکز حمایه حقوق انسانی سوا خبر می دهد که سال 2015 در 17 منطقه روسیه 9 نفر مهاجران کشته شده، 68 نفر زخم های گوناگون برداشتند. با وجود این بسیاری جنایت ها فاش کرده نمی شوند. اگر آشکار شوند هم نه با حکم قاتلی بلکه با حکم اوباشی محکوم کرده می شوند. همه این نشان می دهد که روسیه به نام دوستان خود چطور مناسبت می کند. بعضی مهاجران چنین عقیده دارند: خیریت روسیه هست و ما را با کار تامین می نماید. به چنین مهاجران یادرس می نماییم که با دست مهاجران آسیای میانه با نرخ ناارزنده روسیه بنیاد شده ایستاده است. اما به جای منتداری مهاجران تنها پسزنی، عیبدارکنی و خاری را می بینند. آیا آسیای میانه از جهت اقتصادی خود را تامین کرده می تواند؟ جواب آره، زیرا در حقیقت الله به منطقه های ما زمین های حاصل خیزی بی‌نظیر عطا کرده است. این برای شغل کشاورزی خیلی مساعد می باشد. امروز آسیای میانه از جهت کشاورزی خود را پورا تامین کرده استاده، اینچنین با صادرات میوه و سبزوات مشغول است. همه این تنها با استفاده تخمیناً 15% زمین های کارم امکان پذیر گشته است. باید به نظر گرفته شود که در ساحه کشاورزی تجهیزات های خیلی کهنه استفاده کرده می شود. اگر امکانیت های کشاورزی منطقه پررا و درست براه مانده شود، ممکن است حجم حاصل یک چند مراتبه افزوده در آینده منطقه به بزرگترین صادرات کننده های میوه و سبزوات مبدل گردد. اینجا باز بعضی دیگر بایگری های این منطقه را برای مثال می آورم. بایگری های طبیعی ازبکستان از روی ذخیره گاز در جهان در رویخط 14 هم، جای ششم در استحصال پخته، جای ششم در ذخیره طلا، جای هفتم در ذخیره اوران، جای دهم در ذخیره مس، جای ششم اشیای خام ابریشم را اشغال میکند. ازبکستان در رویخط کشورهای پیشرفته 10 گانه دوم در استحصال کیسلاتای سولفات، نوری های آزاد، روغن های مینرالی و پارافین، کالبای پخته و متا، خمیره پومیدور، میوه های خشک، خربوزه و جمع آوری انگور و غیره جای اشغال میکنند. بایگری های تاجیکستان از جهت ذخیره هیدروانرژتیکی در جهان جای 8، ذخیره واقعی نقره زیاده از 76,000 تن، سال 2015 پخته 270,000 تن جمع آوری کرده شد. حجم استحصال آلومینی در سال 2014 150,000 تن را تشکیل داد. بعد کافتوکاب گیولوژی 500 تن ذخیره طلا معین گردید. این رقم ها نهایی نیستند، زیرا در تاجیکستان باز بسیار کان های طلایی هستند که هنوز کشف نشدند. ذخیره های طبیعی قرغیزستان زیاده از 500 تن طلا، نقره تخمیناً 2000 تن، در توازن دولت تخمیناً 2.3 میلیارد تن انگشت قید شده است. ذخیره هیدروانرژتیکی در اتحادیه دولت های مشترک جای سوم را اشغال می کند. با
بایگری های ترکمنستان ذخیره های گاز طبیعی تخمیناً 50 تریلیون متر مکعب را تشکیل می دهد یا خود در جهان از جهت ذخیره گاز در جای چهارم می ایستد. ذخیره نفت 10 میلیارد تن و 15% حجم عمومی پخته احتیاطی دولت های مشترک را ترکمنستان جمع آوری می کند. با چنین بایگری های بی‌نظیر کشورهای آسیای میانه در حالت پست اقتصادی هستند و ساکنان این کشورها برای روزگذرانی خود به روسیه رفته در شرایط های غیر انسانی و تحقیر کننده شرف آدمی کار میکنند. این چه خیلی ممکن است؟ حتی یکی از دولت های کمبغل همچون افغانستان سال 2015 توانست به تاجیکستان به مبلغ 1 میلیون دلار کمک ارسال نماید که این یک شرمندگی برای تاجیکستان میباشد. همین طور دستگیری همه لایحه‌ها یا اتفاق‌های با تشبث قطعی نظر از روسیه یا غرب با سروری ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده خود را با اختیار خود به دست کافران کلونیزاتور به غلامی سپردن است. به مسلمانان آسیای میانه واجب است که هر گونه اتفاق‌ها و سازشنامه‌های بردروغی از طرف کافران پیشنهاد شده را رد نمایند و باید به رسمان الله چنگ زنند. تنها تطبیق نظام اقتصادی اسلام میتواند معماهای پرخوری و دیگر مشکلی های اقتصادی را حل کرده ملک و ناموس ما را حمایه نماید. خوشنودی الله نیز فقط در همین است. تا آن دمی که به مردم آسیای میانه این حاکمان ستمگر حکمرانی کردند، تنها غم کرسی خود را میخورند و منفعت دولت های ابرقدرت را حمایه کنند، معماهای مسلمانان این منطقه هیچگاه حل خود را نمییابد. ما باز مثل غلامان به کشور روسیه سفر کرده در شرایط های غیر انسانی کار خواهیم کرد.